سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان. من اول عذرخواهی بکنم بابت این تأخیری که خاموشه؟ روشن. روشنه؟ نه روشن. چجوری؟ الان روشن. مجددا عذرخواهی می‌کنم به خاطر این تأخیر چون بنده یه مقدار متأسفانه امروز دیر جون بیدم و بعد دیگه باعث شد یه مقدارم شما اینجا معطل بمونید. عذرخواهی می‌کنم از این بابت. البته دوستان جعفری زحمت کشیدن هم تشریف داشتن بنده نجات دادن، همین که ارائهشون خیلی خوب بود. الان یه مقدار واقعیتش بر من سخت حالا بعد از ارائهشون، این ارائه ما خیلی هم خسته کننده است متاسفانه. ببخشید به اصول آخر هفتهتون قراره یه مقداری کسل کننده باشه. این جلسه در مورد ارائه ادامه اون بحث است. من خیلی دوست دارم اینا رو همه رو من بچسبونم واقعیتش رو بخواید. و حالا قول داده بودیم این جلسه در مورد بحث ارزویت بایومتریک، حالا بیشتر در فینگرپرینت روی اندروید صحبت بکنیم. من بر حسب اون عادت بد خودم یه سری چیزا هم باز بهش قاطی کردم. اولش هم یه مقدار بحثای زیربنایی هست در واقع توی اندروید. بعد میریم سراغ دو سه تا کیس سامپل کد البته داریم. بعد یک ساعت هم فکر کنم بیشتر وقت ندارم. چقدر؟ تا 6 وقت. تا 6 وقت دارم؟ زمان وقت کمتر بدید من شاد شدم. مرسی. عرض کنم خدمتتون که نمیدونم حالا این بحثای هفته در واقع جلسه قبل من متاسفانه بخاطر زمان بندی بعدم هیچ موقع نمیتونستم ببندم. نمیدونم دوستان چقدر به اسلاید مراجعه کردن چون تقریبا نصف ارائه جلسه قبل گفته نشد متاسفانه با وجود اینکه من زیاده گویی کردم و یه سری بحثایی که حالا این جلسه است بهش مرتبطه من دوباره تکرار نکردم اونها رو. البته اگر حالا کسی علاقمند باشه پیشنهاد میکنم اول اونها رو یه نگاهی بندازه و اگر حالا مسئله بود به سمپل کدا خود ویدیو و چیزهای دیگه مراجعه بکنم. عرض کنم خدمتتون که بحثایی که حالا بگو بحثایی که داریم دو تا سیکشن هست. اگه برسم رو تو سیکشن دوم رو انشالله تمام بکنم. سیکشن اول در مورد فینگرپرینت توی اندروید. بخش اولش اینه که زیر میداد چه اتفاقاتی داره میفته تو اندروید، چه جوری داره در واقع انرولمنت آتنتیکیشن و بقیه اتفاقات میفته و یه سناریویی هم در واقع یک یا دو تا سناریویی از پیاده سازی اندروید توی داخل یه اپلیکیشن. اونقدر که البته من الله سوادم اجازه میده تو این بخش صحبت بخوام بکنم بیشتر رو فوکوس رو همون بحثای فیچرهای امنیتیش. و بخش دوم یه بحث متفاوتی هست در مورد بحث والیدیشن روی TLS هست. حالا یه مسئله رایجی روی بحث کامیونیکیشن چنل ها که امکان منینده میدل در واقع یا عملات استراق سم رو روی کانال ارتباطی فراهم میکنه. یه سری نکات ریزی هست در مورد TLS از جمله بحثی که حالا معروف هست همه دوستان بهتر از بنده ازش آگاهی دارن سرتیفیکیت پینینگ یا SSL پینینگ هست. حالا من سریع بدم از این وقت بتونم استفاده بکنم که اون بحث رو برسیم. من با توجه به تذکرات دوستانم تو جلسات قبل که میگفتن وقت زیادی رو از دست میدی خواهشم اینه اگه امکانش هست حالا سوالات رو اینا رو بذاریم آخر سر. فکر میکنم بهتره که از دست زمانی چیز بکنیم. من خودم شخصا مشکل ندارم فکر میکنم با توجه به زیاده گویی من احتمالا وقت از دست میدیم. خب توی اندروید بحث اتنتیکیشن یا گیت اتنتیکیشن دو تا در واقع جنبه مختلف داره. تو جلسات قبل در موردش گفتیم کی استور یک محفظه امن نیست برای نگهداری کلیدا که در واقع امکان عملیات رمزنگاری رو به صورت امنی ارائه میکنه و از زمانی که یه همچین مکانیزمی به اندروید اضافه شده سناریوهای حساسی مثل پرداخت یا حالا کاربردهای دیگه در واقع با امنیت خیلی بالاتری روی اندروید قابل پیاده سازی هستن و سولوشن هایی که در قدیم وجود داشته مثل سیم سواپینگ که از سیم کارت های مبتنی بر اپل تو این استفاده میشه کم کم کنار رفتن. یعنی شما دیگه با یک دیوایس اندرویدی حالا ترجیحاً اندروید 6 به بالا و یه اپی که از این فیچرها به درستی استفاده کرده میتونید سناریوهای خیلی خیلی حساسی رو در واقع پیاده سازی بکنید. خیالتون هم راحت بشه که حتی اگر دیوایس روت هم شد اون کلیدای رمزنگاری اکسپوز نمیشه. جنبه اول در مورد بحث ارزویت کاربر یا اتنتیکیشن به این بخش برمیگشت که ما میتونیم بعضی از کلیدهایی که داخل کی استور در واقع تعریف میکنیم بایند بکنیم به اتنتیکیشن کاربر. اینجا منظور از اتنتیکیشن لوکال اتنتیکیشن هست، یعنی اتنتیکیشنی که روی دیوایس اتفاق میفته. مثل چی؟ همون آنلاک کردن دیوایس که ما میدونیم در واقع مکانیزم های مختلفی رو اداره کرده، پین، پسورد، پترن، بایومتریکا به صورت کلی که حالا فینگرپرینت هست همه رایج‌تر هست تا حالا کاربردی بوده. نمیدونم حالا از اپاتون استفاده کردید یا نه ولی دو تا روش هم در واقع اندروید برای
بایندینگ اینا ارائه داده بوده که یکیش بحث کانفرمیشن در واقع پروتکشن هست از طریق اینتنت و یکی دیگه هم بایومتریک اتنتیکیشن هست که من در مورد بایومتریک اینجا هست صحبت میکنم ولی در مورد اون یکی بحثم یه اشاره میکنم. دو تا از اشکال پیاده سازی در واقع این محفظه ام، یکی TEE هست، مخفف Trusted Execution Environment، که در واقع مربوط به دستگاه های اندرویدی است که به صورت سخت افزاری کیستور رو پیاده سازی میکنن، این هاردویر بک هستن. قبلا در موردش صحبت کردیم، جلسه قبل مفصلا در مورد TEE صحبت شده. یکی هم SE که از ورژن 9 اندروید به بعد این اسم رو براش گذاشتن، SE مخفف Security Element یا Secure Element، منتها به خاطر اینکه ورژن های قبلی کامل این مشخصه ها رو طبق استاندارد ساپورت نمی کرد تا قبل از 9 یا اندروید پی، به خاطر همین بهش نمی گفتن این سکیور المنت، می گفتن تی ای یا کیو اس ای که برای کوالکام بود به عنوان مثال. از ورژن 9 بعد شما میتونید اینو ادعا بکنید که یک سکیوریتی المنتی هستش که روی چیز وجود داره. این یک بخشی بود، پس برای دسترسی به کیل دیتا رمزگذاری و عملیات امن کاربر میتونه احراز رو بشه. کاربر دومش اینه که ما میخوایم از این فسیلیتی هایی که روی دیوایس وجود داره برای احراز هویت کاربر استفاده بکنیم. خیلی اپ‌های مختلفی رو ما میبینیم که حالا توی تغییراتشون توی فیچرهاشون یکی از چیزایی که خیلی روش مانور میدن اینه که مثلا ما احراز هویت کاربر با فینگرپرینت رو داریم. راستش این یه مباحثه جدی هست روی این موضوع، چون بعضی وقتا فیچرهایی که برای یوزر اکسپریانس بهتر هست شما به عنوان سکیوریتی فیچر ارائه میکنیم و روش هم خیلی مانور میدیم، لزوما اینطوری نیست. البته من در مورد اشکالات این پیاده سازی های بعد و اینکه حالا چه اتفاقاتی ممکنه بیفتم صحبت خواهم کرد. بعد خب اصل داستان برای هویت کاربر این هستش که یک جایی مثلا برای ورود به اپلیکیشن شما از کاربر ممکنه الان یوزر پسورد بگیرید میفرستین سمت سرور، حالا توکن میگیرید، سشن دارید، هر روشی که وجود داره. بعضی هم میان اینو برای سهولت کاری با فینگرپرینت یا فیس یا حالا هر روش دیگه‌ای که ممکن در آینده به وجود بیاد پیاده سازی میکنید. توی اندروید برای روش‌های مبتنی بر بایومتریک یک سری سازوکار وجود داره. برای روش‌های مبتنی بر عامل‌های غیر بایومتریک مثل پین و پسورد و پترن و اینا یه مکانیزم، یعنی دو تا زیر ساخت سخت افزاری و نرم افزاری، سخت افزاری که حالا تقریبا میشه گفت خیلی مهم نیست بررسیش، بلاز نرم افزاری دو تا زیر ساخت مختلف است. برای پین و پترن و پسورد ما یه مؤلفه‌ای داریم به نام گیت کیپر تو اندروید، و برای اون یکی هم که یک در واقع بایومتریک پرامپتی که روی ورژن 9 هست، ورژن قدیمی که همیتونم فینگرپرینت منیجره، حالا اینا رو حتما خودتون میدونید که بایند میشه به کیستور اندروید. روی دیاگرام که بریم حالا اینا رو من دقیق تر توضیح میدم، فقط اشاره کردم چند تا اتفاق در مورد فینگرپرینت روی یک دیوایس میفته. فرقی نمیکنه حالا شما اپلیکیشن نوشتید که از این فیچر استفاده میکنی یا نمیکنه، من در مورد خود اکوسیستم سیستم عامل دارم صحبت میکنم، یعنی اون اتفاقی که توی سیستم عامل میفته. من یه گوشی رو خریدم یا خود قبلا داشتم ریست فکتوری کردم، میاد بالا. معمولا یکی از کارهایی که تو اون ستاپ در واقع حالا اولی انجام میشه چیه؟ اینکه شما در واقع روی دیوایستون علاقمند هستید یک سکیور لاکی رو در واقع تعریف بکنید یا نه. ما منظورمون از سکیور لاک همین هست، چون تو بعضی از دیوایس ها اسلایدر اینا هم وجود داشته، ما اینا رو متمایز میکنیم از هم. غیر از این روش هایی که ذکر کردم هیچ کدوم از سازوکارها امن نیستن. پین، پترن، پسورد بر اساس گیت کیپر، روش های بایومتریک هم که بر اساس سازوکار خاص خودش، هر چیزی غیر از اینا باشه ناامنه. ما در مورد اونا پس بحث نمیکنیم. خب وقتی که میاد بالا حالا ازش کاربر خواسته میشه که در واقع بیاد یه لاکی رو روی دیوایسش ست بکنه، به این مرحله ما میگیم انرولمنت، که در واقع شما چجوری میایید این اطلاعات مربوط به این کردنشیال رو اصطلاحاً اون پسوردی که شما میزنید، پترن، بایومتریک اینفورمیشنی که دارید، هر چی که هست، اینا کردنشیال شماست. در واقع چیزیست که یک سیستم احراز هویت بر اساس اونا دفعات بعد که شما میخواهید ورود کنید یا یک کاری رو تایید بکنید دوباره اونها رو از شما خواهد خواست و بعد یه فرآیندی انجام میده، تطبیق میده، اگر درست بودن مثلا نتیجهش تروه ادامه کار، اگه نبود ریجکت میکنه و شما احراز هویت نمیشید. این فاز انرولمنته، در واقع چجوری اطلاعات باید روی دیوایس ذخیره سازی بشن. چون یه نکته ای که حتما میدونید این هستش که اطلاعاتی مثل اثر انگشت به هیچ عنوان نباید انرول بشن به سمت سرور، یعنی این خودش ریسک امنیتی بزرگی داره و اگر کسی همچین روی کردی داره که این اطلاعاتو بگیره، حالا من یه سری نکاتی دارم در موردش که صحبت میکنم که چجوری اصلا خود اندروید این اطلاعات استور میکنه. بعد اون زمانی که کاربر میاد در واقع یه لاکی رو برای دیوایسش، یه سکیور لاکی رو تعریف کنه، همون لحظه یک شناسه رندوم به نام SID تولید میشه که شناسه 64 بیتی هست. یه کاملا رندومی بر اساس انتروپی که توی سیستم وجود داره تولید میشه
و بایند میشه به اون کردنشیاله، به اون پسورده، به اون پینه یا به اون بایومتریک آیدی. و خدمتتون عرض بکنم که این بایندینگ بعداً استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که دوباره کاربر میخواد از اون پسوردی که تعریف کرده دفعه اول استفاده بکنه برای ورود به دستگاه، آنلاک کردنش، دوباره این آیدی ارسال میشه که مشخص بشه کدوم کاربر داره احراز هویت میشه، چون سامبل چند کاربری است اندروید. این در مورد انرولمنت. یه این وسط پرانتزی باز بکنم، چجوری اصلا اندروید داره این استور میکنه. یه سری شک و شبهه ها هست، در موردشون مختصر صحبت بکنیم. ببینید چند سال پیش که الان نمیدونم چند سال پیش میشه که اپل اومد روی دیوایس های جدیدش فینگرپرینت رو برداشت و کلا فیس آیدی رو قرار داد، یه سری مباحثه و حالا داستان های پیش اومد که اصلا انگوش امن نبوده که اپل مثلا اینو برداشت داشته. ببینید اینا مفروضات درستی نبود واقعا. داستان هرچی که هست، هنوز روش هایی که در واقع توی سیستم عامل های مثل اندروید برای پیاده سازی روش برای فینگرپرینت اتنتیکیشن هست کاملا نمنه، تا زمانی که یک چیزی به وجود بیاد در واقع آسیب پذیری جدی روشون گزارش نشده کماکان امنن. و نکته دیگه هم هست که عامل های دیگه مثل فیس و اینها اساسا امنیت متفاوتی نسبت به اینا ایجاد نمیکنن. حالا خبرم دارید فیسبوک، اسنپ چت و شبکه‌های اجتماعی دیگه سازوکارهایی دارن که اطلاعات و تصاویر افراد رو برمی‌دارن و شبیه‌سازی سه‌بعدی انجام میدن و ممکن اصلا در آینده دیگه نیاز به تصویر شما برای بایپاس کردن یه فیس آیدی نیاز نباشه. اینو می‌خوام بگم که این در واقع فیس نسبت به فینگرپرینت امنیت خاصی ایجاد نمی‌کنه. شاید تنها نکته‌ای که وجود داشت مثلا خیلی هم به نظرم غیر رسمی عنوان میشه این هستش که مثلا روشای مثل فینگرپرینت ممکنه مثلا طرف خواب باشه دستشو بگیرن بزنن روی دستگاه، اینه بحث امنیت فیزیکیه که به نظرم اگه همچین سناریوهایی رو قرار ما در واقع مدل تهدیدمون بهش بپردازیم واسه میشه یه نفری به زور گرفت دستشو گذاشت دیگه، اصلا میشه که قیافش رو گرفت جلوی دستگاه و انقدر زدش تا مثلا حالا طرف راضی باشه به اون قیافه عادیش مثلا اتنتیکیت بشه. به نظرم خیلی امنیت متفاوتی نداره، یعنی میخوام بگم توی بحث مدیریت ریسک نه ارزش افزوده نسبت به هم دیگه نداره، بیشتر بحث تجاری بودنه. یعنی مثلا که ما بیایم این تکنولوژی، همیشه هم میگن که هر تکنولوژی این شکلی که میاد چیزهایی رو که متعلق به شماست رو داره میدزده، چه فینگرپرینت چه فیس آیدی یا چیزهای دیگه ممکنه که اطلاعات شما ذخیره میکنه، ولی واقعا این سنسورها چه جوری کار میکنن؟ چون همه دوستان فکر کنن خب تو شرکت های آیتی یا شرکت هایی که خدمات آیتی میدن یا حالا به هر حال به یه نوعی دارن تو این شرکت کار میکنن، همشون از این دستگاه ورود خروج دیدن دیگه، با سر انگوش کار میکنن، استفاده میکنن، حالا ایرانیش از خارجیش از سنسورهای مختلف و میزان دقت متفاوت. اصلا چجوری این سنسورها کار میکنن الان تو بحث ما هست. حالا پس من بحث رو میخوام رد بکنم که بگم آقا فیس آیدی از فینگرپرینت مهمتر، این یه نکته بود. چجوری این فینگرپرینت رو دیوایس ذخیره میشه هم نکته است. فینگرپرینت هیچ چه نمیره دوستان، سمت سرور نمیره، نباید بره، اگرم بره بکدور اسمش، این در موردش صحبت نمیکنیم. ما در مورد روشی که اینا استاندارد گذاشتن و ادعا میکنن که بهش پایبند هستن صحبت میکنیم. فینگرپرینت شما هیچ جای خارج از دستگاهتون ذخیره سازی نمیشه. و جایی که در واقع ذخیره میشه روی دیوایس های اندرویدی، توی آیفون که روی سکیوریتی انکلیوه، حالا دوستانی که روی آی او اس کار کردن میشناسن سکیوریتی انکلیو، شبیه همین تراستد اکزیکیوشن انوایرمنت یا تی ای ای اندروید، قبل‌تر از اندروید هم اومده، بحث ما جلوست. توی اندروید تو تی ای ذخیره سازی میشه که در مورد تی ای مفصل صحبت کردیم، مثل یک ظرفی است که کاملا امن به صورت رمزنگاری است و سخت افزاری است روی دیوایس و کلیدها رو در واقع به بیرون نمیده، همه کلیدهای رمزنگاری چیز. سه لایه رمزنگاری برای اینکه اطلاعات اثر انگشت شما در واقع ذخیره سازی وجود داره که الان بهشون میپردازیم. در ضمن این محفظه فقط برای نگهداری اطلاعات فینگرپرینت استفاده نمیشه، بقیه کلیدهای رمزنگاری حساسی که توی اپلیکیشن هستن برای سناریوهای پرداخت یا هر چیز دیگری مثل سولوشن های اپل پی و چیز سامسونگ پی و گوگل پی رو حتما دیدید دیگه، برای این پرداخت های کانتکتلس و اینا زیاد استفاده می‌کنن. مثلا تو خارج از کشور کارت اعتباریشون یا کارت دبیتشون رو میان روی گوشی اد میکنن، بعد دستگاه پوز NFC انیبل اینو نزدیک دستگاه میکنن، اطلاعات کارت رو با دستگاه پوز به صورت در واقع پروکسیمیتی رد و بدل میکنه که شبیه اینه که کارت رو سویپ کردید در واقع روی دستگاه، در واقع واقعا اینجوری نیست که اطلاعات کارتتون به صورت توکنایز شده روی گوشی. همه اینا از همین تی ای دارن استفاده میکنن. دیگه چه کاربردی داره؟ اگه دستگاه کتابخون داشته باشید مثل کیندل و امثال هم دیدید که اینا نسخه های مثلا اندروید و اینا هم دارن و بحث این حق کپی رایت خیلی مهمه که شما مثلا این کتاب هایی رو که از اینا دریافت میکنید فقط در قالب اون دیوایس یا اون اپلیکیشن اینا بتونید استفاده کنید. به این سولوشن ها میگن DRM دیجیتال رایت منیجمنت سیستم ها که بحثش اینجاست که به صورت رمزنگاری شده این کانتنت رو
رد و بدل بکنن که اگر شما خواستید اون اطلاعات رو ببرید روی دیوایس دیگری نتونید رمزگشایی بکنید و کپیش بکنید، تکثیرش کنید به صورت غیر قانونی. محفظه امن نیست. حالا در موردش صحبت کنم. ولی تی ای ای در واقع چه جوری پیاده سازی شده، شما تو این تصویر شاید یه مقدار به شماتیک بهتر بتونید اینو تجسم بکنید. ببینید لایه‌های دسترسی رو اگر توی سیستم عامل و سخت افزار اندروید در واقع ببینیم، ما دو تا زون داریم به نام سکیور و نان سکیور. همه اپلیکیشن هایی که می نویسیم دوستان تو اون بخش نان سکیور دارن اجرا میشن. همین سیستم عامل اندروید که کرنل لینوکس داره و میدونید دیگه بعضی از مکانیزم های امنیتی که رو کرنل لینوکس بعد ها اومده مثل SE لینوکس رو یا Security Enhancement لینوکس رو در واقع در خودش داره. و شما کلی میدونید که اون زیرمیدا پالیسی وجود داره و کلی کنترل های امنیتی انجام میشه. یه ناحیه دیگه است به نام سکیور که مربوط به همین TEE. شما بهش دسترسی ندارید. TEE به هیچ عنوان به شما اجازه نمیده که از طریق اپلیکیشنتون بهش دسترسی داشته باشید. و به لحاظ پیاده سازی سخت افزاری هم گفتیم قبلا پروسسور، فضای حافظه، آی او باس مجزای خاص خودشو داره. فقط از طریق کرنل میشه باهاش حرف زد. کرنل از طریق درایوری که اون وندور مثلا سامسونگ یا هر شرکت دیگه که دستگاه ساختی درایوری داده گفته رو این پردازنده رو این آرکیتکچر این درایورش شما میتونید با این حرف بزنید. و باز رو اون بستره سعی میکنن حتی الامکان تبادل اطلاعات حساس رو مثل کلیدهای رمزنگاری به حداقل برسونن. در واقع کلیدهای رمزنگاری از اون ناحیه سمت راست اصلا خارج نشه. این صافه. باز این سلایه رو اگر ببینید یوزر لول، کرنل لول و مانیتور لول، مانیتور لول یه لایه حتی پایین‌تر و حساس‌تر از کرنل هست. کرنل منظورم اون کرنل خودش است. که اندروید هم در واقع برای اینکه بتونه با یه دیوایسی که TEE رو داره، این چیپ سخت افزاری مجزا رو داره، حرف بزنه، در واقع یه میکرو او اس، یک سیستم عامل کوچکی به نام تراستی او اس وجود داره که میتونید اطلاعاتش رو تو همین پروژه اندروید اوپن سورس AOSP پیدا بکنید که مفصلا در موردش داکیومنتیشن داده که این تراستی او اس چی هست و چجوری کار میکنه و اینها. پس این ناحیه که در واقع میبینید با تراستد و سکیور کار میکنه در اختیار تراستد او اس، تراستی او اس، نه اندروید. ما اندروید سمت چپ فقط میگیم. این از این، این چیزیست که در واقع حالا باش کار داریم. من اینو خیلی دیگه بازش نمی کنم. دوستان اگه خواستین اصلاح در مورد اینه که اگر من بخوام فردا یه شرکتی بزنم یه دیوایس اندرویدی تولید بکنم و این فینگرپرینت رو ساپورت بکنم، چه مشخصایی رو باید پیاده سازی کرده باشم؟ بخاطر اینکه خیلی حوصله‌تون سر نبرم دیگه از روش نمی خونم. در مورد اینه که چجوری مثلا تو چه لایه بعد رمزنگاری بشه، چه عملیات کجا بعد اتفاق بیفته، همه این داستان هست. خب ادامه اون فاز انرولمنته. هنوز با اتنتیکیشن نرسیدیم، یعنی هنوز کاربر داده یه اثر انگشتی رو یه چیز رو روی دیوایس در واقع ذخیره سازی میکنه. خب زمانی که من میام یک کردنشیالی، یه پینی، پسوردی، بایومتریک چیزی روی دیوایس تعریف میکنم، ممکن در آینده بخوام اینو عوضش بکنم، پسوردمو تغییر بدم، پترن ورودم و حتی اثر انگشت دیگه‌ای رو روی دیوایس اد بکنم. معمولا قبلش چیکار میکنه؟ از شما اون کردنشیال قبلی رو میخواد و این درست هم هست. یه مکانیزم امنیتی درست باید همینجوری کار بکنه. خب این چه جوری میشه که تمام این متعلقات پیچیده‌ای که به اون عامل احراز هویت متصل بودن، این کلی کلید رمزنگاری، بعد از این که ما میایم این پترن رو عوض می‌کنیم کماکان معتبرن؟ این اتفاق میفته اگر کاربر اون کردنشیال قبلی رو درست وارد کرد، اون فرایندی که در واقع احراز هویت رو روی دیوایس انجام میده، اون توکن معتبری که معادل اون تولید میکنه رو نگه میداره. حالا میگم اون توکن چجوری تولید میشه؟ یه توکنی تولید میشه که میگه این کاربر احراز هویتش موفقیت‌آمیز انجام شد. بعد بر اساس در واقع این پارامتر احراز هویت جدید، این پین و پسورد یا بایومتریک جدید، میاد اون کلیدهای رمزنگاری رو دوباره چیز میکنه، اونرشیپشون رو ست میکنه، یعنی در واقع این SID رو ترانسفر میکنه رو اون کانتنت جدید. اینجوری شما بعد از تعویض اون مکانیزم لاکینگتون روی دیوایس، کماکان به اون کلیدهای قبلی در دسترسی خواهید داشت. ولی اگر اون کردنشیال اتنتیکیشن موفقیت‌آمیز انجام نشه، یعنی از دیوای از کاربر بخواد که آقا اون پسوردتو وارد بکن، پسورد اشتباهی وارد کنه، یه سناریویی وجود داشته باشه که اصلا از کاربر نخواد که وارد بکنه، مسلما کلیدهای قبلی به هیچ عنوان در دسترس نخواهند بود و یه لاک جدیدی تعریف میشه و به اون میتونه کلیدهای رمزنگاری جدیدی متصل بشه. این بایومتریک هم به همین ترتیب است.